کارم سریع بشه، یک گفتم قراری که داریم در دفاع از منشور انقلاب راهی جامعه رو قبلا دفتر سیاسی تصویب کرده اون سندو، بنابراین معنی نداره دوباره بذاریم برای خود دفتر سیاسی. اینه که اینم جلو میندازیم، با اینکه قراره جلو میندازیم و اینجا مطرح میکنیم و چون قراره قبلا تصویب شده، امیدوارم خیلی زود فرجام باشه، خیلی وقت کمتری بگیره از این قدنامه. قرار توی اسناد شما شماره دو هست. شماره دو. آها دو نیست که شما بگید. تو چهار صفحه هشت، تیتر صفحه هشت، بقیه صفحه دوه. قراره تو صفحه 9 هم غیر از تیترش برگشت تو صفحه 9. اجازه بدید من توضیح خیلی کوتاهی بدم که چرا با وجود این که این تصویب شده بود به وسیله دفتر سیاسی دوباره اینجا مطرح کردم. ببینید این در 20 ژوئن 2018 تصویب شده، بعد از 96 و غیره، ولی تو این مدت اتفاقاتی افتاد که به نظر من ما رو موظف میکنه اینو بذاریم باز در محور روشنگریمون، ترویجمون، تبلیغمون و نتیجه گیری های عملی حتی از اون. چرا؟ این سندیه که من فکر میکنم جامع ترین تعریف و تبیینی که ما از سرنگونی داریم رو اینجا داره میگه. سرنگونی و رهایی جامعه، این مهمه. نمیگه فقط سرنگون، میگه سرنگونی که به پیروزی منجر بشه، یعنی به رهایی جامعه. و چهار رکن میشموره که من اینا رو خیلی خلاصه اینجا میگم. یکی این که رکن و این ارکان و الف به جیم دال رو دونه دونه توضیح میده. رکن اولش اینه که جمهوری اسلامی با تمام قوانینش و نهادهاش و جناهاش و مسئولینش و کل ماشین حکومتی موجود باید در هم شکسته بشه. ماشین حکومتی منظور بوروکراسی، زندانها، نیروهای مسلح غیر و غیر است. یعنی تعریفی که ما از این سلبیه، تعریف سلبی ما از سرنگونی چیست؟ چه چیزهایی باید از بین برود؟ این یک رکن اساسی که ما بر مبناش منشور انقلاب رو درآوردیم و بر مبناش خیلی بیانیه آزادی بر مبنای اون نوشته شده که ما جزء حمایت کنندگان شیم. این بند الف فقط در هم کوبیدن کامل جمهوری اسلامی. تو بحث سلبی میگه پرچم همین کافیه. تو بحث سلبی با همین پرچم شما میرید میگیرید و اینم درسته، ولی اینجا بحث فقط سر جنبش سرنگونی نیست رفقا، بحث بر سر جنبش کمونیسم کارگری چه میگوید در مورد سرنگونی با تمام بحثاش، با تمام ارکانش. رکن اول اون پرچم من در جنبش سرنگونیه، ولی کل ارکان لازمه برای اینکه من یک گفتمان، یک جو، یک پارادایم سوسیالیستی از معنی سرنگونی جمهوری اسلامی در جامعه ایجاد کنم و این تعیین کننده است. من فکر میکنم هر چقدر خیابان رادیکال باشه، هر چقدر خیابان چپ باشه، این هنوز کافی نیست اگر شما پارادایم سوسیالیستی تو نساخته باشید. انقلاباتی رادیکال، انقلاب 57 خیلی رادیکال بود، شوراها همه جا رو گرفته بود، دیدید چه شد؟ چون پارادایم دست جنبش ملی اسلامی ضد آمریکایی بود، حتی چپا تو اون جنبش جای خودشون رو پیدا کرده بودن. ما باید عکسش رو انجام بدیم. این منشور داره ماکسیمالیستی تمام حرف ما رو میزنه به عنوان جنبش کمونیست کارگری، نه به عنوان تاکتیسیان یا رهبر یا پیشرو فقط جنبش سرنگونی. بند الفش فقط اون. بند بش چی میگه؟ میگه دولت برآمده از انقلاب باید چه بکند؟ بحث دیگه اینجا بحث کمونیست کارگریه. دولت برآمده از انقلاب باید چطور، چه وظایفی رو به دو معنا، هم برای تثبیت قدرت خودش مثل دولت در دوره انقلابی، هم به معنای پاسخگویی به خواست مردم که اون انقلاب رو سرنگونی تلقی کردن. اونا سلبی انقلاب کردن، ولی به این معنا نیست که بعد از سرنگونی هم فقط سلبی حرف میزنن، منتظرن خواستاشون برآورده بشه، همونطور که بعد از انقلاب 57 این انتظار داشتن و چون جمهوری اسلامی نمیتونست برآورده کنه زد و کوبید. ما میگیم میدیم دست شوراها که این کارو بکنن. بنابراین بند ب میگه دولت برآمده از انقلاب چه باید بکنه. من وارد ریزش نمیشم، بعد اینو به توضیح میده پایین. بند ج میگه شکل اون حکومت چه باید باشه. اینجا شوراها میان دو کار.
میگه قدرت رو میدم دست مردم و شوراها باید امور جامعه رو در دست بگیرن و مردم مستقیما در امور خودشون دخالت کنن. و بالاخره بند جیم میگه برنامه اقتصادی من چیه؟ لغو بردگی مزدی. دال، بند دال میگه نه همین، تا همین دال. آره میدونم، این تا داله دیگه بیشتر. میگه سیستم بردگی مزدی باید لغو بشه و اقتصاد آتی به جایی که حول سوداوری باشه باید حول رفاه جامعه باشه. من دیگه وارد توضیحش نمیشم، فقط میخوام بگم که این برنامه ماست، این پرچم ماست به عنوان جنبش کمونیست کارگری. تمام حرف ما روی انقلاب، تمام حرف ما روی سرنگونی، تمام حرف ما روی پیروزی در این چهار بند فشرده بیان شده. و از این نظر من فکر کردم که لازمه، با اینکه این به اتفاق آرا دفتر سیاسی تصویب شد، من آوردم که کنگره این قرار رو تایید کنه، برای اینکه دوباره بیاد روی میز و حولش کار کنیم، تبلیغ کنیم و غیره. با توجه به اینا کسی مخالف این قرار هست؟ کسی جرأت نمی‌کنه. نکته اصلاحی داری؟ این تصویب شده ها؟ بگو یا بگو باش. نه باز نمی کنیم. فقط شما بگو، منم جواب خواهش میکنم، دیگه نوبت نگیریم که قرعه کشی کنیم. اجازه بدید کمی انعطاف داشته باشیم. در اصل اصلاحات من باید اینو بگم، این مهمه، چون قبلا هم صحبتایی کردم در رابطه با این نکته که میگم، سر این نه، سر قرارهای دیگه. ببینید رفقا، توی آخرین جملات این مقدمه، نه خود چیز، گفته که رهبری حزب، ببخشید، منشور انقلاب رای جامعه، بعد میگه جلب میکند و رهبری حزب را به تلاش بیش از پیش برای شکل دادن به گفتمان عمومی در فضای اعتراضی جامعه حول مفاد این منشور و تبدیل آن به پرچم انقلابی که در راه است فرا می‌خواند. من معتقدم قطعاً به جای گفتمان باید حرف دیگه بزنیم. گفتمان رفقا، این گفتمان عمومی در رابطه با خلعیت حاکمین، بازداشت فوری و محاکمه علنی، انحلال فوری وزارت اطلاعات و غیره و غیره، بسیار عبارت ضعیفیه. باید جایگزین کنیم با مثلا جلب بکنیم برای حمایت فعال از مفاد این منشور. گفتمان به نظر من جواب نمیده، گفتمان کافی نیست، گفتمان تصویر فعال و اکتیو از کاری که ما میخواییم بکنیم و جلب کنیم مردم انجام بده به نظر من نمیرسونه. و این کلمه حالا توت میدم، جنبش هست، توی جامعه هست، ولی نمیرسونه. به نظر من از حمایت فعال، از جذب مردم برای تلاش فعال برای تحقق مفاد این برنامه، این منشور صحبت کنیم. مرسی. حالا محسن تو در رابطه با اسناد دیگه هم علیه گفتمان صحبت کرده بود، ولی فکر کنم تلقی ما شاید فرق میکنه. گفتمان دیسکورس به انگلیسیش، یعنی نه به نظر من ضعیف نیست. ببینید فرق میکنه، این پلتفرم یه آکسیون نیست براش فعال جمع کنم، این پتیشن نیست، این بیانیه آزادی نیست. من باید اگر من میخوام عوض کنم، میگم فضای سیاسی، میگم پارادایم سیاسی، میگم جو سیاسی باید بسازیم حول این قضیه. اینه، نه اینکه بیایم مدافعین رو چیز کنیم. میتونیم بگیم من قبول دارم، میتونیم بذاریم برای شکل دادن به گفتمان و پارادایم، اگه نامانوس نباشه، نامانوسه. آخه در فضای اعتراضی جامعه اومده. بذارید اسکر باز به قول اسکر یه کاری میکنیم که میریم زیر ابروشو برداریم، بذارید همین بمونه. این مقدمش مهم نیست، کسی تو کلمات بله میدونم باشه میدونم. عضو هیئت رئیسه. باش.
حالا که گذشت دیگه. رفقایی که با این قرار موافقن لطفاً دست بالا کنید. با گفتم ها. ممنون. رفقای مخالف، رفقای ممتنع، به اتفاق آرا خیلی ممنون.